سلام، این روزها همه ما موبایل به دست هستیم و از صبح تا شب ویدیوها و روایت‌های مختلفی رو می‌بینیم. اما یکی از دغدغه‌های مهم اینه که چقدر این تصاویر صحت دارن و آیا این روایت‌ها واقعیت ماجران یا بخشی از اونن یا اصلاً خلاف واقعن. ما در این بسته تلاش می‌کنیم که این ویدیوها و روایت‌ها رو پیگیری کنیم تا ببینیم واقعیت ماجرا چیه. اینجا فرودگاه امام خمینی، واکسن سینوفارم از چین اومده. این ویدیو از بخش ترانزیت فرودگاه امام خمینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر و بلافاصله هم به صورت گسترده بازنشر شده. صدا میگوید واکسن هایی که ایران از چین خریداری کرده به ونزوئلا ارسال می شود. این بی واکسنی مشودیم دایره مهران. حالا ببینیم حقیقت ماجرا چیست و آیا ایران واکسن هایی را که از چین خریداری کرده به ونزوئلا ارسال می کند؟ این واکسن ها از مبدا چین حرکت کرده اومده و به دلیل شرایط حالا دمایی که باید داشته باشن تو اون فرصتی که به پرواز دوم منتقل بشه در انبار یا سردخونه به یک نحوی دپو شده چند ساعت تا به پرواز بعدی منتقل بشود و از ابتدا خب روی اون مشخصاتی که در پالت ها در شده شما میبینید که مبدا چین رو قید کرده و مقصد هم ونزوئلا هست، متعلق به کشور ما نبوده و این فقط عملیات انتقال یا ترانسشیپمنتش اینجا اتفاق افتاده. هیچ آمبولانس سوارش نمی‌کنه، کرونا داره. این ویدیو هم در یکی دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازنشر زیادی داشته. یک بیمار کرونایی در اهواز که به دلیل کمبود آمبولانس این گونه در خیابان اهواز انتقال داده می‌شود و سرگردان است. وضعیت خوزستان، بیمار کرونایی آمبولانس سوارش نمی‌کنه. آیا این ویدیو واقعیت دارد و آیا وضع تا این حد بحرانی است؟ بررسی‌های ما واقعا نشون داد که این تاثیر معلوم نیست از کجا ضبط شده، هیچ مشخصه خاصی نداره که دلیل بر این که اصلا تو اهواز باشه. آمبولانس‌های ما در سطح استان هم درون شهری هم برون شهری در حال ارائه خدمات به صورت کامل هستند، هیچ مشکلی از نظر پذیرش انتقال و انتقال بیماران کرونایی ما در سطح استان خوزستان نداریم. این عکس هم در شبکه‌های اجتماعی بسیار دیده شد. دو نفر بر روی یک تخت در بیمارستان. مکان هم گفته شده لرستان است. آیا این عکس صحت دارد و داستان همین گونه است که این عکس روایت می‌کند؟ مگه میشه هم بیمار کرونایی رو دو تاش جفت بستری کرد؟ اصلا این امکان پذیر نیست، اصلا نقض غرضه. اصلا ما اصلا مشکل تخت میگم نداریم. یه بازی میدانی می‌خوایم داشته باشیم. اکثر بخشامون تخت خالی داریم، همونطور هم که توی چیز گزارش قبلی و تصاویر قبلی دیدید اورژانسمون هم خالی هست. سعی میکنیم کارا مردم انجام بدیم معطل نشن. معمولا تو بخشام هم همه بخشا تخت خالی داریم برای بیماران کرونا. اما خبری که در روزهای اخیر بسیار دست به دست شد این بود که وزیر پیشنهادی آقای رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش از اقوام همسر ایشان است و برای همین در لیست کابینه قرار گرفته است. واقعیت این موضوع رو از خود وزیر پیشنهادی پرسیدیم. بنده هیچ نسبت نسبی و سببی با آقای رئیس جمهور و خانواده ایشان ندارم و خواهشم این هست از همه فرهنگیان عزیز که مباحث حاشیه‌ای رو بذاریم کنار، هممون دست به دست هم بدیم که بتوانیم یک آموزش و پرورش با کیفیت و مطلوب برای فرزندان ایران فراهم کنیم. و این ویدیو هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر و گفته شده ماجرا مربوط به درگیری مردم بر سر تخت بیمارستانی در شهر درود است. اما بررسی‌های ما نشان داده که این تصاویر شهر درود نیست و مربوط به دعوای طایفه‌ای در کردستان است که یک ماه پیش روی داده و همه عوامل آن نیز دستگیر شده و این گزارش همکاران ما یک ماه پیش است. عصر روز چهارشنبه 30 تیر ماه ابتدا در نزدیکی پلیس رای کرمانشاه اهالی یک روستا چند نفر با هم درگیر میشن که متاسفانه یک نفر زخمی میشه. فرد زخمی رو به بیمارستان کوثر انتقال میدن که با کمال تاسف طرفین دعوا مبادرت به فراخوان بستگانشون میکنن. اولین بسته واقعیت ماجرا رو دیدید. امیدوارم شما هم با روایت‌های صحیح خودتون به ما کمک کنید تا واقعیت ماجراهای مختلف دقیق‌تر مشخص بشه و به قول معروف سواد رسانه‌ای همه ارتقا پیدا کنه. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.